سلام و سلام خدمت شما عزیزان آلایی امیدوارم همچنان پرتوان به کارتون ادامه بدید ما در کارگاه نکته و تست فصل دوم و فیزیک سه بحث قوانین نیرو رو داریم ارزم بزرگ شما که نیروهایی که مورد توجه ما هست نیروی استکاک نیروی کشسانی فنره و نیروی گرانش و همینطور نیروهای سطحی که در اینجا براتون توضیح کافی داریم مثال هایی که براتون انتخاب کردیم مثال های خوبیه که امیدوارم ازش استفاده کافی رو ببرید درود بر شما عزیزان تست انتخاب کردیم که تست بسیار حرفه و قشنگیه که فکر می کنم ازش لذت ببرید میگه در شکل مقابل جسم از حال سکون یعنی به صفر صفره در مسیر افقی و در لحظه تی مساوی صفر تحت تاثیر نیروی ثابت به حرکت دارم و بعد از سه ثانیه نخ بسته شده به جسم پاره میشه کل مسافتی که جسم از شروع حرکت تا لحظه ایستادن طی میکنه چند متر ژرو داده ده جرم جسم که گفتیم چهر نیروی 20 نیوتونه ضریب استکاک لغزشیش هم داده سه دهم ده حواسمون باشه ما بحثمون قوانین حرکت و قوانین نیوتون هست این دقیقا به این موضوع ما مربوط میشه خب بچه من شکل رو انتقال دادم روی تخته میخوام فقط دقت بکنی حواست باشه اینجور سوالا ارزشمنده به خاطر اینکه هم بحث حرکت رو در داره هم بحث مربوط به قوانین نیرو رو در برداره خب نیرومون 20 نیوتونه جسممون هم از حال سکون یعنی به صفرش اول صفر بود این نیرو با این ذریب استکاک نیروهایی که بهش وارد میشه رو اول رس کن یکی اینه یکی امجست یکی هم افکاه خب من الان با توجه به اینکه این نیرو ثابته گفته پس از سه ثانیه یعنی دلتا تی ما سه ثانیه طول میکشه تا نخ پاره بشه یعنی بحث مربوط به کشش نخم هست خب این اف که همون نیرو کشش نخه میگم اف منهای اف کا مساوی ام برای چی این کاری کردی؟ شتاب لازم دارم شتاب به چه دردت میخوره؟ خب من شتاب داشته باشم با این زمان میتونم جابجایی رو پیدا بکنم خب اف مونو که 20 داده منهای اف کا چی بود بچا اف کا مو کا ان بود انم که امجه است مو کا رو داریم 3 دهم ده امجه مونم که میشه 40 مساوی 4 ضرب داره چی بچا شتاب چهر زب در 3 ده هم. میشه دوازده بیست منهای دوازده هشت تقسیم چهار ای شتاب میشه دو متر بر مگزور ثانیه درست شد حالا من میتونم جابجایی مرحله اول و قبل از پاره شدن تناب پیدا کنم یک دوم آت دو به سفر صف رو دیگه خب اینو حساب کن دلتا یک هم میشه یک دوم شتاب اون که شد چند دو تیمونم هم گفته او سه ثانیه طول کشیده تا تناب پاره بشه میشه نه سه به توان دو میشه نه متر یه نه متر رو قبل از پاره شدن تنم حالا حالا نیروی F حذف شده حالا نیروی F حذف شده برای این جسم 4 کیلوگرم ما F دیگه وجود نه ولی افکا که به این نرفته که استکار افکا باعث کن شدن حرکت میشه اما یه چیز من اینجا ندارم اگه ای گفتی چیه سرعت جسم موقعی که تناب پاره میشه چقدره میتونم سرعتش هم پیدا کنم از چه راهی برم بگو وی میشه آته بالا و صفر به صفر که صفر بود وی برابره با آمونم دو بود اینم که سه ثانیه بود یعنی موقعی که تناب پاره میشه این سرعتش شش متر بر ثانیه و صفر حرکت دوم میگیرم و صفر بعد از پاره شدن تناب دارم میگیرم خب یه راه بهتون گفتم یادتون اومد تون سال دلتا ایکس بود آفرین و سفت به دو تا موی کاژه کی گفتم اینو به کار ببر موقعی که جس در اثر استکاک میسته خب دلتا ایکس دو هم حساب کنم و سفت رو اینجا میشه 6 میشه 36 دو تا موی کامون هم که 3 دهم بود بله جمع که ده خب این که با این میشه 6 ساده میشه دلتا ایکس دو مون هم میشه 6 متر 6 متر هم بعد از پاره شدن تناب جابجا جا میشه پس دلتا ایکس کلا میشه چی یه 9 متر یه 6 متر 15 متر کلا جابجا عجب سوال قشنگیه سال بسیار سوال قشنگیه هم قوانین حرکت رو داره هم قوانین مربوط به نیرو رو داره پس بریم گزینه ها رو پیدا کنیم 15 متر گزینه سه خواهد بود خب سال قشنگی بود تاکیدم به اینه که اینا رو نکاتش رو بنویسی و چی کار بکنی در عین حال یه بار دیگه حلش کنی اما تستشش میگه اگر نیروهای وارد بر جسم در حال حرکت متوازن باشد یعنی برایانشون صفر باشه سرعت جسم ثابت میماند بله قانون اول نیوتون حرکت جسم با شتاب ثابت خیر دیگه وقتی برایان صفر شتاب نداره مسیر حرکت دایره یا است خیر گفتیم اگر برای راسته باشه جسم با سرعت ثابت رو خط مستقیم چهار سرعت جسم در مسیر مستقیم تا اینجا درسته کاهش میابد خیر یک نواخته پس فقط گسینه یک سال هفت میگه مطابق شکل زیر به جسم چهار کیلوگرم روی سطح افقی اف چل نیوتون وارد میشوند و پس از طی مسافت یک و شیش متر سرعتش از صفر به چهار متر بر ثانیه میرسه نیروی استکاک چند نیوتونه آقا اینجا شتاب نداده ولی بنده خدا اومده گفته مسافت سرعتش هم گفته اول چیه بعدش هم گفته چیه یعنی تو بعد از قوانین حرکت شتاب پیدا کنی حالا که شتاب داری یه نیرو جلو برنده داره یه نیروی مقابل داره که استکاکه تنها نکته ای که اینجا این سوال داره این نیرو مایله ما باید این نیرو رو تجزیه کنیم تجزیه عموماً جز مباحث حذف شده است ولی با این حال من روی تخته براتون یه توضیح میدم اگر یه وقت با این سوالا برخورد کردید تجزیه کار سختی نیست چیز زیاد مشکلی نداره خیلی آسونه نگاه کنید این جسم ما چند کیلوگرم چهار کیلوگرم نیروی F که چقدر بود چل نیوتوم چه زاوی؟ سی و هفت درجه خب میایم چه کار میکنیم بچه های عزیز؟ بله همونطور که میدونیم این نیرو F رو به دو تا معلفه تجزیه میکنیم یه معلفه این میشه F که میشه F کوسینوس سی و یه دونه معلفه که رو به بالا میشه میشه F سینوس سی و کوسینوس برای چی؟ خاطر که مجاوره سینوس برای چی؟ برای اینکه مقابله شه یه نیرو دیگه چی؟ ان یه نیرو دیگه چی؟ MJ. یه نیرو دیگه چی؟ استکاک همه رو نوشتم درست شد؟ خب حالا میریم سراغ چی؟ از ما چی خواسته بود؟ ذریب استکاک یا نیروی استکاک؟ نیروی استکاک افکارو میخواد شتابم داده آقا دارم و دو منهای و صفر دو مساویه با دو دلتا ایکس رابطه مستقل از زمان یا سرعت مکن سرعت رو گفته بود به چهار میرسه میشه شانزده اول صفر بوده دو آ رو نداره جا به هم گفته یک و شش دهم متر خب اینو که میتونم با این بزنم این میشه ده این هم که با این بزنم میشه پنج پس ای ما میشه پنج متر بر مگزیر ثانی این یه مرحله است که شتاب پیدا کرد حالا کدوم نیرو جلو میبره آفرین اف آلفا چی مقابلشه اف کا اف به دست میاد مو ان ان اینجا با چی برابره دیگه ان با ام جی برابر نیست یه اف سینوس رو به بالا وزنو کم میکنه حواست جمع باشه اینجا ان ام نیست ام جه منه های اف سینوس یادت <applause> باشه یعنی اف سینوس آلفا در از معلفه ای که جسم میخواد در روز زمین کمی سبکش کنه خب باعث میشه که اینم کمتر وارد بشه <applause> میخوای اینو پیدا کنیم اول ام جم. چه اف سینوس آلفا چهل زب داره سینوس سی هفت درجه 6 دهمه میشه 24 چهر منحه 24 میشه شانزده این اینه ماست اف کوسینوس آلفا هم چی میشه؟ میشه چهر زب داره 8 دهم میشه 32 نیوتون خب حالا برو سراغ کار برایند نیروهای وارد بر جس به جس شتاب میده شتابم که داری یعنی میگی اف کوسینوس آلفا هفت منهای EF کا مساوی MA اینکه در آماده چند C2 قبول منهای مایکا اصلا خود EF کار میخواد نخواسته زری بشو که نیازی هم نبود EF کا MMون چهار شتابمون 5 حل C2 EF کار به بر این ور کا مساوی C2 منهای 20 میشه دعوت دارید. به میشه دوازن. اگه ضریب استکا کم میخواست حواست باشه این هم در ورده بودیم مویکا این اونجا میتونیم ضریب استکا کم پیدا کنیم که فقط چون نیرو استکاک که خواسته نیاتون بریم گذینه ها رو با هم چک کنیم بچه عزیز بله همونطور که میبینید گزینه دو جواب صحیح ماست سال های بسیار تکنیکی و قشنگی من اما سال هشت میگه فنری با ثابت کاشو داده پنجاه نیوتون بر متر را به وزنی به جرم پنج کیلوگرم بستیم و آن را با سرعت ثابت حواست باشه گفت سرعت ثابت قانون اول نیوتون برایند نیروها صفر روی سطح افقی میکشیم اگر فنر در حالت افقی باشد یعنی زاویه دار نیست ده سانتیمتر افزایش طول پیدا کرده ضریب استکاک جنبشی بین جسم و سطح چقدر خیلی قشنگ خب چه کنیم شکل بکشم این جسم رو نیرو وزن این میشه این استکاک اف فنر خب سرعت ثابت چون گفته سرعت ثابت قانونه اول نیوتون یعنی اف فنر با اف کا برابر یعنی اف منهای اف کا مساوی ام آ چون آ نداریم شتاب نداریم سرعت ثابته پس اف با اف کا برابر اینم که با ام ج برابر چی از ما خواسته بود بچا ضریب استکاک خب اف فنر کا دلتا ال اینو دارم می‌نویسم کا دلتا ال اف کا مو کا ان انم که ام اینا خودش گفته رو چند داشتیم ارزم به حضور شما که پنجاه نیوتون بر متر نیوتون بر متر حواست به تبدیل واحدها باشه ها تغییر طول ده سانتی متر یک دهم ده هم. کارو ندارم امجمونم که چقدر بود 5 کیلوگرم میشه پنجاه پنجاه با پنجاه میره خب موی کامونم که میشه همون یک دهم ده چقدر قشنگ و ساده فقط با یه نکته حواست باشه سرعت رو ثابت میگه یا ساکن میگه باید قانون اول یعنی برایند نیروهای وارد برجه صفر گزینه ها رو چک میکنیم میگا کن گزینه یک یک دهم ده جواب صحیح ماست بریم با این سوالایی که داریم میخوایم بتره کنیم این فصل رو انشالله اما تست 9، سال خوبی از برایند نیروها گفته فقط دو نیروی F1 دعای منهای 6 جی و F2 که نمیدونیم چقدره بر ذره وارد میشه و این ذره با سرعت ثابت باز گفتم سرعت ثابت هر موقع گفت سرعت ثابت اصلا مقدار سرعت ثابت هم مهم نیست برایند نیروهای وارد بر جسته چون فقط این دو نیرو وارد شده پس این نیرو باید با نیرو F2 خونسا بشه تا سرعت ثابت بشه حرکت میکنه در این حالت نیروی برایند که صفر F2 چند باید باشه؟ F2 باید درست خلاف این باشه یعنی منهای های دعای بله ششه اصلا این سرعت گمراهت نکنه سرعت ثابت هر چی میخواد باشه مینه های دعای بلاوی ششه این نیرو خونسا میکنه صفر میکنه که بتونه با سرعت ثابت بره گزینه چهار خیلی قشنگ سال ده میگه کدام گزینه درست است در قایق پارویی نیرویی که قایق را به جلو میراند نیروی دست شخص است نخه ما میگیم آقا دست بر پارو پارو بر دست پارو بر آب آب بر پارو حالا چون پارو هم به قایق وصله نیرویی که پارو به قایق وارد میکنه به بدنه قایق وارد میکنه متقابلا قایق هم به پارو همون نیرو وارد میکنه پس میگه در قایق پاروی نیروی که قایق رو به جلو میبره نیروی دست شخصه نه ترازی دو ای داخل آسانسوری که با شتاب ثابت حرکت رو به بالا میکند جرم جسم را نادرست نشان میدهد تراضهای دو کفه ای چون تفاوت در دو کفه جرم هست اختلاف جرم هست بنابراین نیرو رو نشون نمیده چون تراضیای دو کفه ای فقط جرم رو نشون میده. نیروی استکاکی همواره مانع حرکت نه همونطور که براتون گفتم میتونه عامل حرکت هم باشه در موتور جت نیروی گاز به موشک باعث حرکت میشه دقیقا خروج گازها از موشک به گازها گازها به موشک نیرو رو به بالا پس گزینه چهار صحیحه و اما تست یازده دوستان عزیزم تست 11 ببینیم چی موردی رو مطرح کرده گفته در شکل مقابل اگر F ده نیوتن باشد شتاب حرکت دو متر بر مجزور و اگر F 20 نیوتن شود شتاب این دفعه میشه 7 متر بر مجزور بگو جرم جس کدام است یه بار F داده 10 شتاب شده 2 و اگر F بشه 20 شتاب میشه 7 جرم جز کدام است اصلا صحبتی از استکاک نکرده ولی خب نمیتونه نباشه که چرا ده نیوتون به این جرم جز شتاب دو داده ولی نگفته که استکاک داره یا نداره ما باید فرض بگیریم که داره فرض بگیریم ولی اف داده شتاب داده خب میشه جرمو پیدا کرد پنگ کیلوگرم ولی پنگ کیلوگرم گرم اصلا تو گذینه هامون نیست پس معلوم استکاک داره حواس هم باشه خب پس یه بار اف ده داریم با شتاب دو یه بار اف 20 داریم با شتاب 7 که میخوایم جرم رو پیدا کنیم نگاه کن روی تخته رو ببین اف داریم 20 ده نیوتون شتابمون شده دو یعنی میگم اف من های اف کا مساویه با ام آ خب اف داریم 10 اف کا رو ندارم ام هم ندارم شتاب شده دو حالا گفته اف بگیر 20 منهای های اسکا که عوض نشده که چرا عوض نشده خاطر که جسم اون با سطح عوض نشدن مساوی با ام زب داره هفت توی دستگاه قرار میدیم از من چی میخواد؟ امو میخواد خب چیکار کنم؟ در یا یعنی رو از هم کم بکنم بالایی در یه منفی زب میکنم میشه ده اف کا میره این میشه دو ام من های پ... هفت ام میشه پنج ام پس ام میشه دو کیلوگرم. آو چه جاده جرممون دو کیلوگرم گرم سال قشنگی بود یعنی حواست باشه یه وقت ممکن اصلا صحبتی از استکاک نکرده ها ولی باید دقت بکنی که شما اونو در نظر بگیر خب جرم جست دو کیلوگرم گرم گزینه یکمون میشه سال دوازده گفته کدام گزینه درباره نیروی کنش یعنی عمل و واکنش یعنی عکس نادرست است هم اندازه هستن بله هم اندازه هستن ولی گفته نادرست به دو جنس وارد میشن درسته به دو جنس وارد میشن هم نوع هستن اثر یک دیگر رو خونسا میکن هم نوع مثلا اگر به فرض نیرو کشش تناب رو در نظر بگیریم مثلا دارم میگم شما به تناب نیرو وارد میشه تناب بر شما کشش دست شما بر تناب تناب بر دستشون پس نوعشون یکیه ولی هیچ وقت هم دیگر رو خونسا نمیکنن چرا؟ چون به دو جنس وارد میشن پس اثر یک دیگر رو خونسا میکنن جمله نادرستی که انتخابش میکنیم سال 13 اتومبیلی به جرم یک و دو دهم تن با سرعت ثابت میبینی بعضی موقع آدم این چیزا رو میبینه بعد جوش بزنه این سرعت ثابته یعنی برایند نیروها صفره من نخوندم آخرشو ولی حواسم جمعه سرعت ثابته تو این بحث نیروها میبینم قانون اول 20 متر در حرکت هست بر اثر ترمز با شتاب ثابت در مدت 5 ثانیه میشه دیگه ثابت نیست چرا چون ایستاده میشه شتاب دار اندازه برایند نیروهای وارد بر اتومبیل در این مدت چقدر؟ برایند نیروها طبق قانون دوم نیوتون باعث شتاب جسم می شود F برایند مساوی ام آ پس F برایند رو میخواد شما اول شتابو پیدا کن سرعت چند بوده؟ 20 بوده به چی رسیده؟ به صفر رسیده تو چه مدت؟ تو پنج ثانیه 20 به صفر یعنی میشه منفی 20 تغییراتش منفی 20 تو چند ثانیه؟ تو 5 ثانیه شتاب چی بود؟ دلتاوی به دلتا تی منفی 20 به پنج میشه چهار منفی برای آینده نیروها شتاب به جرم جسم میده جرم جسم هم که یک و دو همه تونه یعنی 1200 کیلو گرم زب در اون شتابه میشه دیگه اصلا نیازی تو استکاکو پیدا کنیم نگاه کن یه بار دیگه اینو پای تخت نشون میدم براتون شما دقت بکنین ببخشید خب آقا اول شتاب شتابو پیدا کن و دومن های و یک ت دومن های ت یک یا دلتا تی درسته بچه ها؟ بله خب ویمون صفر شد چون ایستاده چند بوده؟ بیست بوده تو چه مدت؟ تو پنج ثانیه میشه چند؟ منفی چهار متر بر خب قانون دومی نیوتون افتی میشه ام آ برایند نیروها برایند نیروها افتی ام امون هزار و دویست یک و دو دومه تون بوده زب داره منفی چهار یا چهار حالا چون اندازه خواسته من منفیشم میذارم میشه چقدر 4800 منفی نشون میده که چون برآیند نیروها در خلاف جهت حرکت بوده منفیه پس قدر مطلقش میشه 4800 اندازش میشه 4800 4800 میشه اندازه نیروی برایندی که ما باید بگیم یعنی میشه 4 ممیز 8 ضرب در تاونه 3 بریم ببینیم بریم ببینیم 4 ممیز 8 ضرب در تاونه 3 گزینه 2 انتخاب میشه و اما تست چارده عزیزان من همونطور که میبینی تستا واقعا تستایی که درس رو داره واسه ما دوره میکنه تمام نکات رو داره برای ما دوره میکنه سال چارده گفته وقتی اتومبیل در یک جاده افقی حرکت می نماید کدامی که از نیروهای زیر آن را به جلو می راند نیروی موتور به چرخا ما گفتیم مثلا نیرو موتور نداریم نیرو ترمز نداریم نیروی موتور به سطح جاده نیروی سطح جاده به چرخا نیروی مقاومت هوا خب این که نیست نیروی سطح جاده به چرخاست ببین شما اگه موتور جتو بذار روی ماشین ولی استکاک نداشته باشه با سطح یا یکم بالاتر باشه اصلا تماس نداشته باشه ماشین جلو میره مسلما پس اون عاملی که جلو میبره نیروی سطح جاده به چرخاست که باعث جو چرخا به متقابلا صد به چرخا خب اینم گزینه سه تست 15 بچه یه تست مفهومی از قوانین نیوتونه میگه کدامی که از گذینه های زیر نادرسته جهت شتاب حرکت یک جسم در جهت برایند نیروهای وارد برانست دقیقا درسته قانون دوم نیوتون رو میتوان قانون اول نتیجه گرفت خب ببینید قانون دوم راجع به حرکت با شتاب ثابته درسته قانون اول مال وقتی که حرکت یا یک نواخت بدون شتابه خب این پس خیلی جمله درستی نیست به ازای یک نیروی براینده ثابت اگر جسم حرکت کنند هر چه جرم جسم کمتر باشد شتاب این درسته در اطراف ما نمیتوان جسمی را یافت که به آن نیرو وارد نشود درسته چون حداقل نیروی وزنه پس اینجا معلومه که گزینه دو گزینه‌ای که نباید درست باشه و ما باید اون رو انتخاب کنیم سال شانزده گفته ابتدا کودکی به جرم 40 کیلوگرم سوار آسانسور ساکن می شود و آسانسور با شتاب دومت متر بر ثانیه بالا حرکت می کند. در حالت دوم شخصی به جرم ام سوار این آسانسور ساکن شده ولی این دفعه با شتاب دومت متر بر مگزور ثانیه پایین میره. میگه اگر وزن ظاهری وزن ظاهری بچه اون اینه یعنی همون نیرویی که عدد در عددی که ترازو نشون میده وزن ظاهریه که ما اونو با ان نشون میدیم کودک و شخص یکسان باشد ام چند کیلوگرم یعنی جرم شخص چند کیلوگرم خب من براتون بچا توی بحث آسانسور گفتم که ما موقعی که شخص روی ترازو قرار گرفته یه نیرو ان بهش وارد میشه یه ام اگر جسم بالا بره یعنی ان از ام ج بیشتره میگیم ان منهای ام مساویه مساوی ام اگر پایین بیاد یعنی ام بزرگتر از ان ام آ. بنابراین میتونیم بگیم N میشه M J به علاوه A به علاوه منها مثبت برای کیه موقعی که تون شونده بالا رود یا کند شونده پایین رود علامت منها وقتی که تون شونده پایین رود یا کند شونده بالا رود درست شد خب تو هر دو حالت تون شونده بود ولی یکی رو به بالا یکی رو به پایین انام گفت بود با هم برابره یعنی ان یک با دو برابر بود خب موقعی که بالا میرفت بچه ها میشد چی؟ ام J بلا و آ موقعی که پایین میومد میشد ام پیریم این مال شخصه این مال کودک است با موقعی که بالا میرفت میشه جی منهای آ این مال وقتی بود که تون پایین میرفت تون شونده پایین این مال وقتی که تون شونده بالا خب این جرم کودک است که چند داده بود جرم کودک و چل کلی خب میشه چهل ده و علاوه دو مساویه با امو نداریم یا همو امپیریم ده منهای دو خب این میشه چند بچه بگی؟ دوازده زب داره چهر میشه چند 480 ام زب در 8 پس اممون میشه چقدر 60 کیلوگرم جرم شخص 60 کیلوگرم بوده سال قشنگی بوده در رابطه با بحث آسانسور که این رابطه رو براش داریم ما خب بریم گزینه ها رو چک کنیم گزینه 4 جواب صحیح ماست و اما سوال بعدی گفته جسمی با سرعت ثابت من اینو بیارمش بالا عزیزانم که بهتر دیده بشه جسمی با سرعت ثابت در حال سقوط کردن سرعت ثابت بازم گفته وقتی سرعت ثابته یعنی براینده نیروهای وارد بر اون صفره در این صورت اندازه نیرو مقاومت هوای وارد بر جسم صفره نه بیشتر از وزن خیر برابر وزنه چون براینده نیروها باید صفر بشه پس گزینه سه میشه اما سال 18 عزیزان تستیه که باز درباره آسانسور سال خوبیه میگه آسانسوری با شتاب ثابت در حال حرکت گلوله به جرم 200 گرم از یک نخ سبک و از سقف آسانسور آویزان شده است اگر حد نیروی کشش قابل تحمل نخ یه نیوتونه یعنی بیشتر از یه نیوتون نمیتونه تحمل کنه کدامی که از گزینه ها در مورد بزرگی شتاب که متر بر مگزر ثانیه است و نوع حرکت میتونه درست باشه خب بچه این وزنش اصلا چقدره؟ امجهش میشه چقدر؟ امجه رو حساب کنید دیویس رو تقسیم هزار کنید میشه دو دهم زردش جه کنید میشه دو نیوتون وزن این گلوله دو نیوتونه ولی تحمل نخ یه نیوتونه خب اگه بخواد ساکنم بمونه نمیتونه تحمل بکنه پس دو جور وزن دو جور ما برای نیروی کشش محاسبه رو انجام میدیم یا کن بره بالا یا تون بره پایین کن بره بالا تون بره پایین تون به سمت بالا نمیشه کن به سمت بالا میشه تون شونده به سمت پایین هم میشه ولی کن شونده به سمت پایین نمیشه چون بیشتر از یک نیوتون رو نمیتونه تحمل بکنه در حالت که تون میره بالا نیروی کشش بیشتر از وزن میشه کن بره پایین نیرو کشش بیشتر از وزن میشه در صورتی که نیرو کشش کمتر از وزنه پس یا باید کن شونده به سمت بالا یا تون شونده به سمت پایین بره نگاه کنید بچه ها؟ یعنی ما اگر نیرو کشش رو تی بگیریم میشه ام جه منهای آ یا تو گفتیم منفی رو مالو وقتی میگیریم که یا کن بره بالا یا تون بیاد پایین خب این تیه ما حساب میکنیم یک نیوتون بیشتر نمیتونه باشه ام هم شد دو دهم هم که ده منهای آ در پنج ضرب کن میشه پنج یک بله ده منهای آ از اینجا آمون در میاد پنج متر بر مجزور ثانیه خب پنج متر بر سانیه ثانیه میتونه از این شتاب بیشتر هم به شرط اینکه چی باشه بگو یا کند بره بالا یا تون بره پایین حداقل شتابش باید این باشه از اینم بیشتر باشه اتفاق میفته چون هرچی شتابش بیشتر میشه از این مقدار بیشتر کم میکنه بنابراین این عدد میتونه امکان پذیر داشته باشه بریم اگه پنج نباشه گزینه ها رو با هم چک کنیم ببین بچه ها شش میتونه باشه ولی یک نمیتونه باشه چون حداقلش شتاب تا پنجه پس میتونه حداقل رو پنجه یعنی پنج کمتر نمیتونه باشه میتونه پنج بیشتر باشه پس فقط گزینه دو میتونه درست باشه شما